یه تماسی با آقای یلمه خودمون داشته باشیم، ببینیم که میتونیم به هر حال با ایشون ارتباط برقرار کنیم یا نه. حالا از گوشی خودم من به هر حال این تماس رو بگیرم. سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی ممنون، حالتون خوبه؟ قربون شما. آقای یلمه یک سوال شرعی داشتم خدمت شما. بله. در رابطه با این جمع خوندن نماز، وقتی روایات در بخاری و مسلم هست که پیغمبر و صحابه نماز رو جمع میخوندن، چرا احناف جائز نمیدونن جمع خوندن نماز رو؟ اگه این یک جواب بدید ممنون میشم. آیه 103 سوره نساء در آخر آیه آمده این صلات کانت علی المؤمنین، بدون شک این نماز بر اون شخصی که ایمان آوردن، کانت این صلات که همون کتابا فرض هست، موقوتا وقتش مشخصه. لذا آیات قرآن از در دلائل متواترن، همه آیات قرآن متواترن. اون احادیثی که شما میفرمایین اینا احادیث هم در حد احادیث صحیح هم، در هر حدی هم باشن خبر آحاد هم. در مقابل آیات قرآن وقتی احادیث قرار میگیرن، اینها را اگر ممکن هست با هم جمع میکنن، اگر ممکن نیست اینا را کنار میگذارن. اینم خود سفارش نبی خدا صلی الله علیه وسلم هست. خب این که شون اینو گفت قطع کرد، بذار من مجدد زنگ بزنم. سریع شارژش تمام شد. حالا دوباره زنگ بزنیم. دوباره زنگ بزنم اجازه بدید. شاید گفتن پاسخات رو دادیم و به زعم خودشون. حالا دوباره داریم تماس بگیریم خدمتشون. الو. ببخشید قطع شد. عذرخواهی میکنم. صداتون قطع شد. بنابر همینه که دلیل از قرآن متواتره، اون احادیثی که در مقابل آیات قرآن به ما رسیده در حد احادیث صحیح دیگه، در حد متواتر نیستن. اینجا اصول احناف اینه که اگر مثلا کدام حدیثی است که در مقابل آیات قرآن قرار میگیره، این اگر ممکن است با هم جمع میکنن، اگر هم ممکن نیست اینا با احترام کنار میگذارن. حالا این احناف جمع کردن اون احادیثی هم که شما میفرمایید، ما احناف کلا رد نکردن، اینا جمع سواری میکنن. مثلا ما بین نماز عصر و ظهر اوقات نماز در نظر میگیرن، مثلا فرضاً بگیم که وقت نماز عصر 5 داخل میشه، میان جای در جای وای میستن که نماز ظهر را 4:45 میخوانن، کمی درنگ میکنن، بعد نماز عصر را میخوانن. خدمت شما عرض کنم، حالا نکاتی که فرمودید، اولا این روایات، روایات بخاری و مسلم هست و اجماع اهل سنت بر صحت همه این روایاته. یه لحظه. اگر دوم هم این که خبر واحد نیست، روایات با سندهای مختلف در بخاری و مسلم و ترمذی و سنن ابی داود و اینها هم اومده و اهل سنت معتقدن تمام روایات بخاری و مسلم صحیح هست، با اینکه گفتم خبر واحد هم نیست و جمهور اهل تسنن هم این روایات رو معتقدن و قبول دارن که به هر حال جمع بین دو تا نماز جایزه. اون جمع سووری هم که فرمودید، اون رو هم علمای اهل سنت گفتن خلاف روایات صریحه. مثلا نووی، خود آقای شبیر احمد و عثمانی تو فتح الملحمش تصریح میکنه که میگه این جمعی که ذکر شده، این جمع رو آقای نووی رد کرده و این گفته این قول بر پایه احتمال ضعیفه و باطله و با نصوص صحیح اهل سنت و روایات مخالفه. ببینید، ما خودتون میگید که ما حنفی ها از آقای امام اعظم ابو حنیفه این نقل رو داریم که اگر قول من با روایت صحیح و سند در تقابل و تعارض بود، قول منو به دیوار بزنید. اون آیه قرآن هم که شما خوندید، خب اون آیه قرآن تعارضی نداره، علما اصلا جمعش کردن، میگن آیات همدیگر رو تفسیر میکنه، روایات همدیگر رو تفسیر میکنه و دوباره روایات مفسر آیات قرآنه. یک وقت اصلی داریم و یک وقتی است که پیغمبر در همون روایت ابن عباس میگه از باب رخصت برای امت پیغمبر نمازها رو جمع خون، و حتی خودتون هم قبول دارید که اون جمع ها جمع حالا سووری سوری هر چی هست، این رو هم پذیرفتید. خب چرا به همون عمل نمی کنید؟ چون احناف مطلقاً جمع رو جایز نمیدونن. اگه اینو به من جواب بدید ممنون میشم. بستر اینه که از حضرت عمر رضی الله عنه روایت داریم، اون شخصی که دانسته و بایسته دو تا نماز با هم جمع میکنه، این بردری از درهای گناه کبیره باید داده. در مقابل اونها هم آیات روایت دیگر وجود دارن.
نظر احناف دیگه نظرشون همین. خب جناب آقای یولمرس، عمل پیغمبر حجت یا عمل حرف خلیفه دوم؟ اون روایت رو که شما خوندید خود علمای اهل سنت تضعیف کردن. آقای ترمذی روایت رو نقل میکنه، میگه روایت سندش معتبر نیست و ضعیفه و برای ما عمل پیغمبر حجته یا عمل حرف خلیفه دوم. الان شما با این حرفتون، یعنی پیغمبر و جناب ابن عباس و جناب ابو هریره و بزرگان از فقهای اهل سنت مثل سعید ابن جبیر، مثل وکیع و دیگران، همه اینها خلاف قرآن عمل کردن و خلیفه دوم بهتر فهمیده؟ بله، بحث همینه که نبی خدا فرمودن علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین. اگر پر از سنت نبی خدا کدام چیزی آمده و خلفای راشدین، خلفای اربعه ما که در گروه 4000 رضی الله قرار دارن، اگر بر خلاف نبی خدا حرفی زدن، این برای ما حجت. من حرفی دیگه ای ندارم دیگه. اگر شما خودتون صراحتا میگید خلیفه دوم بر خلاف پیغمبر حرفی رو زده و ما حرف پیغمبر رو میذاریم کنار حرف خلیفه دوم رو، ببین اینطوره مثلا الان به نسبت، نه اینطور نیست که، نه دیگه شما خودتون دارید میگید، میگید بله ما اگر پیغمبر یه چیزی گفته باشه و خلفای بعد ما یک بعد پیغمبر یه چیزی گفته باشن، ما حرف اون خلفا رو میگیریم. الان در بخاری و مسلم عزیز نگاه کن، بی خود نپیشون دیگه. من که نپیشونم، حرف شما رو دارم میگم برادر من. بفرمایید. این که نماز تراویح روایت مختلفه، آمدن در حضرت عمر رضی الله عنه اجماع کردن. ما اون استنباط حضرت عمر رضی الله عنه و دیگر صحابه را در مقابل احادیث های مختلف اینو ترجیح میدیم. چرا؟ چون اونا عامل به سنتن، عالم به سنتن. در مورد این جمع بین سنتین هم همینطوره، احادیث موجودن در دو طرف، دلائل موجوده، کسی منکر این نیست. متوقع صحابه رسول خدا مان عمر رضی الله عنه حرفی زدن، ما میگم آقا این شخص عالم به سنت، عامل به سنت، استنباطیشون ما قبول کرد. آیه یلم عزیز ببینید، نکته دو تا مسئله است. یکی که اصلا اون روایتی که شما خوندید خود علمای اهل سنت جناب آقای ترمذی در سنن ترمذی خودش روایت رو نقل میکنه، همین روایتی که شما ادعا کردید. بعد چی میگه؟ میگه این روایت ضعیفه، راویش شخصیه. ببینید ایشون میگه راوی شخصی به نام حنش که میگه نزد محدثان ضعیف، احمد و غیره اونو جز راویان ضعیف قرار دادن. شما روایت نگاه کنید، شما روایت های بخاری و مسلم که همش اجماع داری بر صحتش رو گذاشتید کنار، میگید ما بهش عمل نمی کنیم، خبر واحده. بعد یک روایت ضعیف و سنده که خود علمای سنی گفتن روایت ضعیفه، روایت باطله، اون رو برداشتید گرفتید میگید ما به اون عمل میکنیم. خب این که عمل به سنت پیغمبر نیست عزیز من. جناب بزرگوار، بعد ابن عباس نمیفهمید سنت پیغمبر رو. ابن عباس به کسی که بهش اعتراض کرد چرا نماز تو جمع میخونی، گفت ای بی مادر، تو اومدی سنت پیغمبر رو به من یاد میدی؟ ما با پیغمبر بودیم در مدینه، بدون اینکه سفری باشه، استراری باشه، نماز رو جمع میخوندیم. آقای ابن عباس سنت رو نمیفهمید، آقای ابو هریره سنت رو نمیفهمید، بزرگان و فقهای شما، جمهور اهل سنت، سنت رو نمیفهمیدن، فقط شما الان فهمیدید. فهمیده های همه بزرگوار روی چشم ما، مال اونا هم درسته، مال ما هم درسته. خب روز و شب که با هم جمع نمیشه برادر من. شما میگید حرام است، نمیشه جمع نماز خون، مطلقا حرام است. بعد میگید مال اونا هم درسته، مال ما هم درسته. بله همین. بعد در مسائل اجتهادی خود نبی خدا صلی الله علیه و آله اجتهاد کردن، ولی اجتهاد مگر مقابل نص اجتهاد جایزه؟ جناب یلمه شما نص از پیغمبر دارید که پیغمبر جمع میخونده، شما میگید اجتهاد داریم میکنید. خب وقت اجتهاد مال موقعی که نصی نباشد. چرا؟ نص موجوده، نص قرآن موجوده. ها پس پیغمبر در مقابل قرآن سخنش در تعارض قرار میگه، پیغمبر خلاف قرآن عمل کرده. ببین اصلا نبی خدا من حرفی ندارم. ما خود نبی اسلام حدیث داریم که وقتی که از من محمد مصطفی به شما حدیث رسید، تعارضوه علی کتاب الله، خود نبی خدا فرمود این کتاب خدا عرض بکنید، فما وافق فقبلوه و ما خالف فردوه. اون مال روایاتیه که صحتش ثابت نیست آقای یلمه، اما بخاری و مسلم نزد شما اجماع دارید که همش از دولب مبارک پیغمبر آمده، همه روایات بخاری و مسلم صحیح هست، همش مطابق عقیده صحیح اهل سنت و قرآنه. اونی که شما میگید مال روایاتیه که به پیغمبر نسبت دروغ داده شده. الان شما دارید میگید پیغمبر یک اجتهاد باطل کرده، یه حرف خلاف قرآن زده، عمر ابن خطاب درست گفته، موافق قرآن گفته، پیغمبر ابن عباس و ابو هریره خلاف قرآن گفتن، جمهور اهل سنت درست گفتن، فقط احناف دارن اینجا اشتباه گفتن، فقط احناف دارن درست میگن. اگر صحبت شما اینه پیغمبر خلاف قرآن گفته، من حرف دیگه ای ندارم.
همه دارن درست میگن در مسائل اجتهادی. عزیز اجتهاد مال موقعیه که نصی نباشه. من میتونم نماز ظهر 4 رکعت بخونم؟ من نماز صبح میتونم اجتهاد کنم نماز صبح 4 رکعت بخونم؟ اینطور گاز در میدید خودت. آقا بفهم. به شما چه رفتی داره مجتهدی مطلب رای دادن؟ اینم قبول به من رفتی نداره مجتهدین چه فتوا میدن. من به فتوای شما دارم عمل میکنم. آقای یلمه جان ببینید آقای یلمه هیچ جا به جای نمیده. اگر فکر میکنید صدا بلنده فارسی رو خوب بلدی نمیخواد که دیار بزنه، منم بلدم. خب همینطور زر من حرف میزنم نمیزنم شما حرف بزنی میخواد چی کار بکنی شما؟ عزیز من این چه ادبیات صحبت کردنتون؟ بله شما تماس قطع کرد. خب پاسخ آخرش بود که به شما هیچ ربطی نداره که مشتریان چه فتوا دادن و واقعا جای تاسفه. یعنی جواب هم وقتی میخوان بدن اینقدر بی ادبانه و هیچ جوابی هم فکر میکنم این گفتگو با آقای یلمه تو همین موضوع برای کل مباحث اختلافی ما با اهل سنت کفایت کنه. پیغمبر خلاف قرآن گفته، ابن عباس خلاف قرآن گفته. میگه آقا درسته پیغمبر گفته، اما روایت داریم از عمر بن خطاب که اون خلاف پیغمبر گفته و ما حرف کی رو قبول میکنیم؟ دیگه شو تابع سنت عمر بن خطاب، نه اهل سنت. بازم به چه روایتی استدلال میکنن؟ آقا اون روایت من دوباره بیارم، این روایتی که ایشون ادعا میکرد سنن ترمیزی چقدر وقت داریم حد دادی؟ دیگه هلوها شده باستاد 3 دقیقه اگه خلا دیگه پایان. ببینید بینندگا، هر چی که این آقایون میخوام میگن من از قبلش همه را رفتم یک به یک کار کردم آوردم. سنن ترمیزی روایت همون روایتی که جمع کردن میان دو نماز نقل میکنه از ابن عباس. خود ترمیزی میاد میگه آقا یه حدیثی هست از که معارض این حدیثه. چیه حدیثه؟ حدیثه اینه هر کس بدون عذر میان دو نماز جمع کند به یکی از دروازه های گناهان کبیره قدم گذاشته. این حدیثی که میخواست اشاره کنید خوب بیننده دقت کنید. آقای ترمیزی خودش میگه آقا سند روایت در شخصی به نام حنش ابن قیس که نزد محدثان ضعیف به شمار میره، احمد و غیره او رو جز راویان ضعیف قرار دادن. البانی روایت رو تضعیف میکنه. تمام آقایون اهل سنت علما و محدثیشون گفتن این روایت به دلیل ضعف سندی که این شخص درش هست باطله. بعد احادیث بخاری مسلم باب آورده اون همه روایت، اونا رو میگه خبر آحاده، اونا قبول نیست، به یه خبر واحد ضعیف جعلی استر. تاشم از این بدبختی ما اینه، میگه آقا پیغمبر گفته که گفته خلاف قرآن گفته. پیغمبر اجتهاد کرده، اجتهادش هم باطل بوده، خلاف قرآن گفته. چون عمر بن خطاب گفته آقا جمع نخونید، ما حرف عمر بن خطاب میریم. خب اگه پیغمبر بگه امیرالمؤمنین خلیفه شماست، عمر بگه نه خلیفه ابوبکره، پیغمبر برای خودش گفته، هزیون داره میگه. ما میریم سراغ عمر بن خطاب، حرف عمر بن خطاب میریم سقیفه. مناظره امشب پاسخ به تمامی پرسش هایی بود که ما از اهل سنت داشتیم. آیا اهل سنتی که ادعا دارید بگید از پیغمبر روایت صحیح بیارید ما قبول میکنیم؟ این بحث امشب ما روایت صحیح آوردی، میگه پیغمبر گفته که گفته، برای خودش گفته، بی خود کرده گفته، خلاف قرآن گفته. چون عمر ابن خطاب این رو گفته که حرفش هم خلاف حرف پیغمبره، ما دنبال حرف عمر ابن خطاب. از آخرش میگه آقا زرزر نکنید، به شما چه ربطی داره که اصلا ما میخوایم چی بگیم؟